بیماری خونریزی دهنده تب خونریزی دهنده کریمی کنگو یا بیماری CCHF مشهور هستش در بین دامپزشکا، یه بیماری ویروسی هستش که اولین بار در شبه جزیره کریمی کنگو در سال 1944 با ابتلای حدود 200 نفر از مردم اونجا به این بیماری شناخته شد. یه بیماری ویروسی هستش، قابل انتقال از دام به انسان هستش و متاسفانه از انسان به انسان هم قابل انتقال هست. از این جهت جز بیماری های ریس هستش، جز بیماری هستش که باید کنترل بشه. نوع دامش هم معلومه؟ نوع دام، نشخوار کنندگان بیشتر مبتلا به این بیماری میشن. خب علائم، متاسفانه علائم بالینی در اون دامی که مبتلا به این بیماری هست وجود نداره، یه میزبان واسط داره. توسط کنه به نام کنه هیالوما از این دام به اون دام و حتی به انسان منتقل میشه. خب هرچند بیماریش بالاخره بیماری چهره جالبی نداره، اما خوشبختانه بیماری قابل هم پیشگیری هستش و هم کنترل و هم این که قابل درمانه. البته در دوره‌های کمون، بعد از دوره کمونش که بین 3 تا 9 روز هستش، این بیماری بروز میکنه در انسان و گاهی اوقات متاسفانه مبتلا به فوت هم میشه. عجب. که ما اخیراً آخرین آماری که ما داریم 9 نفر مبتلا هستن به این بیماری در کشور.